درود بر شما. این یک هارد دیسک قدیمی کامپیوتره. ما میخواییم موتور این رو راه اندازی کنیم. موتور این هارد دیسک براشلس هست، یعنی فاقد زغال یا جاروبکه. ما برای اینکه بتونیم این موتور رو راه اندازی کنیم نیاز به دو تا قطعه داریم. یکی اینه که کنترل سرعته. اینا داخل وارنیش قرار گرفتن. ماسفت هایی که در اینجا هست یه هیت سینک آلومینیومی روشه برای خنک‌سازی و کل این مجموعه داخل وارنیش. یه قطعه دیگه میخواییم برای کنترل PWM که روی اینا نوشته سرور تست. هارد دیسک داره یک برد الکترونیکیه. داخل هارد دیسک که اینجا هست چند تا صفحه وجود داره. پس این برد الکترونیک، این صفحات. موتور هارد دیسک 4 تا پایه داره. ما برای اینکه این موتور رو روشن کنیم باید از 3 تا پایه استفاده کنیم. ولی چجوری باید اون 3 تا پایه رو پیدا کنیم؟ مولتی متر رو تو حالت اوم قرار میدم. پایه‌ای که مشترکه، اگر ما اونو نسبت به سایر پایه‌ها انتخاب کنیم اوم کمتری رو نشون میده. من این پایه رو انتخاب میکنم. حالا پایه کناریش حدودا 3.6، پایه بعدی 3.4، 3.1. حالا دو تا پایه دیگر انتخاب میکنم، حدودا 5.5. پس تو این هارد دیسک این پایه مشترکه. ما باید از این 3 تا پایه استفاده کنیم. در این موتور هم این پایه که در اینجا قرار گرفته مشترکه. اگه این پایه رو انتخاب کنم 3.5، 3.6، 3.6. در حالی که اگه بیام دو تا پایه دیگر انتخاب کنم حدوداً 6.5 اوم رو داره نشون میده. پس ما از این 3 تا پایه استفاده میکنیم. حالا برای کنترل سرعت، اینا ماسفت هستن. 12 تا ماسفت در اینجاست. 3 تا خروجی داریم. تقریبا همون خروجی سفاز. 2 تا خازن برای تثبیت ولتاژ هست. این میکرو کنترلر اتمگا هست. تمام کارها توسط این قطعه صورت میگیره. اینا ریگولیتور یا ریگولاتورهای 5 ولت هستن. بس ولتاژ میکرو رو تامین میکنن و ولتاژ سرور تست. این قطعه که کنترل کننده PWM هست. پس ما در اینجا 3 تا رگولاتور داریم، یه میکرو کنترلر و یه سری قطعات برای راه اندازی میکرو و ماسفت های درایور که این 3 تا باید به موتور وصل بشن. به هر ترتیبی میتونید به موتور متصل کنید. اگر جهت سیم ها تغییر پیدا کنه جهت چرخش موتور عوض بشه. حالا چجوری باید اینو نصب کنیم؟ این ولتاژ منفی منبع تغذیه و این ولتاژ مثبت. پس منبع تغذیه رو به این دوتا وصل میکنیم. این ستا به ستا پین موتور متصل میشن. این بخش برای کنترل PWM هست. مشکی، قرمز، سفید. در این قطعه ما بخش ورودی رو داریم، این و یکی بخش آوت. ما از بخش آوت میخواییم استفاده کنیم. 3 تا خروجی به صورت همزمان داره. بس این 3 تا سیم رو باید وصل کنیم اینجا. سیم مشکی منفی، قرمز مثبت و سیم سفید سیگناله. در اینجا رعایت شده ترتیبش به همین حالت. روی این قطعه یه دکمه ای در اینجا قرار گرفته که 3 حالت رو به ما میده که هر 3 حالت رو براتون امتحان میکنم. حالا میخوام سیمای موتورم وصل کنم. پس فعلا ترتیب سیم ها مهم نیست. حالا برای اینکه روی اسیلوسکوپ شکل موج رو ببینیم، یه سیم رو به منفی و یه سیم رو به سیگنال متصل میکنم.
سیم سبز منفیه و سیم زرد سیگناله. میخوام به اسیلوسکوپ متصل کنم. پس گیره سوسماری رو به سیم سبز و سیم زرد رو به پراب متصل میکنم. حالا میخوام منبع تغذیه رو متصل کنم. پس منفی به منفی، مثبت به مثبت. حالا میخوام مدار رو روشن کنم. الان اتصالات برقراره. ما میدونیم که این موتور براشلس است. ما به این موتورها BLDC هم میگیم، همون براشلس DC. موتور براشلس به کنترل سرعت متصله، کنترلگر PWM به کنترل سرعت. منبع تغذیه رو روشن میکنم. روی 11 ولته. ولوم رو میچرخونم. در اینجا یه دکمه هست که 3 تا وضعیت داره. هر 3 تا رو با هم امتحان میکنیم. حالا میخوام ولتاژ رو بالا ببرم، ولی قبل از اون به اسیلوسکوپ دقت بفرمایید. عرض پالس رو دقت کنید. روی 10% کاهش میدم. توی این حالت بهتر دیده میشه. پس با کاهش عرض پالس سرعت موتور کم میشه. دوباره افزایش میدم. این همون PWM هست. PWM روشی برای کنترل ولتاژ. الان روی حد اکثره 10%. حالا ولتاژ رو بالا میبرم روی 11 ولتی. به سرعت موتور دقت بفرمایید. بیست و یک ولت. عرض فالس همچنان 10%. حدوداً 4.5% شد عرض فالس. موتور خاموش شد. ولتاژ رو کم میکنم. بزنم 11 ولت. این وضعیت دستیه. حالا روی این دکمه میزنم. تو این حالت دیوتی سایکل یا عرض پالس روی 7.5%. موتور با سرعت ثابت کار میکنه. یه بار دیگه روی این دکمه میزنم. این حالت اوتو هست. اوتوماتیک. عرض پالس بین 5-10% تغییر میکنه. ولتاژ رو بالا میبرم. خب موتور خاموش شد. یه مقدار ولتاژ زیاد بود. 18 بود. پس موتور کم و زیاد میکنه. دوباره این دکمه میزنم. یه حالت کنترل دستیه. دوباره ولتاژ رو کاهش میدم. دلیلش اینه که من هدسینگ رو از اینجا برداشتم. ماسفت‌ها کمی داغ شدن. خب ولتاژ رو قطع میکنم. خب همونطور که دیدید ما میتونیم سرعت موتور براشلس رو تعیین کنیم. بس به دوتا قطعه نیاز داریم. حالا چه استفاده‌ای از این میشه کرد؟ این دیگه بستگی به خلاقیت شما داره. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.